ما هفته گذشته یک تجربه خیلی عالی داشتیم و هفته ها بود در موردش صحبت کردیم، دعا کردیم، روزه گرفتیم که قلب خودمون رو آماده بکنیم برای این تعمید روح القدس، برای روز پنتیکاست. و هفته گذشته هم متوجه شدین کسانی که اینجا شرکت کردن، دیدن که چطور زمانی که منتظر هستیم، زمانی که قلب خودمون رو آماده میکنی، چطور خداوند اونجا به وسیله قدرت خودش و همینطور هم آتش خودش ما رو قوی میکنه و همینطور هم برای این آرزوهایی که ما داشتیم به ما میبخشه. این اتفاقی هم که هفته گذشتم افتاد یه تفاوتی داشت. هر دفعه که شما رو دعوت میکنیم بیاین جلو، اون موقع میاین اینجا انتظار داریم به دست بیاریم، میگیم به زودی، مثل اینکه الان یک بچه میاد به میشه مامان الان زود غذا رو در دهنش میذاره که الان غذا بخوره. فقط بعضی وقت الان بچه هایی که یواش یواش چی شدن، یکم رشد پیدا کردن، بچه ها سعی میکنن و دوست دارن خودشون بخورن، کثیف میکنن خودشون، فقط دوست دارن خودشون بخورن. و فکر میکنم خدا بیشتر میخواد الان ما رو تشویق کنه دیگه واقعا خودمون انتظار داشته باشیم و خودمون و انتظار و همینطور هم تشنگی رو داشته باشیم و بیایم به حضور خداوند دریافت کنیم، با ایمان دریافت کنیم. خدا، روح خدا هر دفعه با حرکت‌های جدید شروع می‌کنه کار کردن. خدا یک سیستمی نداره که طبق این سیستم انجام میده. بلکه درسته، ما میدونیم و آشنا شدیم خدا خدای ما نظمیه. فقط روح القدس زمانی که شروع میکنه کار کردن بعضی وقت کارهایی انجام میده که ما نمیفهمیم. ما فقط باید واقعا آماده باشین دریافت بکنیم. و هفته گذشته که این تجربه هایی که داشتین و خدا رو واقعا رسیم و من و همینطور هم خادمین کلیسا خیلی خوشحال شدیم که خداوند اینطوری شما رو لمس کرده و همینطور هم چطور با زبان‌ها شروع کردین صحبت کردن، قدرت گرفتین. فقط یه چیزی که اول هفته یکم نگران بودم، گفتم که الان خودتون متوجه شدین چه چیز اتفاقی افتاده، میدونین الان خدا چه فیضی بخشیده. ما میتونیم الان این هدیه رو ورداریم از خداوند، میگیم آخ چقدر عالی بود، چقدر زیبا بود. در تاریخش کی بود؟ نوه یونی. آه یادت هست نوه یونی چه اتفاقی افتاد؟ مثل یه خاطرات بمونه، مثل یه چیزی بمونه. آه عالی بود. عزیزان فقط عالی نیست، خدا زمانی که شروع میکنه کار کردن یه حرکتی شروع میکنه و این حرکت باید جریان پیدا کنه. آمین. و به این خاطر خدا توی قلب من هم همینطور گذاشت که این آتشی یا این قدرتی که خداوند در قلب شما گذاشته، بدونین که یک فیضی است، یک هدیه است، یک وعده ای است که خداوند به ما بخشیده. فقط اینو باید استفاده بکنیم که بیشتر شعله ورش کنیم. آمین. آمین خیلی ضعیف بود. آمین. مثل اینکه باشه اوکی. ناین. آمین یعنی واقعا خدا، واقعا من میخوام این چیزی که هفته گذشته کردی، من دو برابرش میخوام. تشنه تو اصلا بیشتر میخوام از من استفاده کنی. من میخوام واقعا شعله‌ور بشم. این یک چیز، کسی هست که واقعا دنبالشه. نه اینطوری بگی که اتفاق افتاد الان دوباره بشینیم. الان عیسی مسیح زمانی که در دنیا بود اونجا صحبت کرد، در کتاب انجیل لوقا باب 12:49 میگه که من آمدم تا آتشی در زمین افروزم. آتشی در زمین افروزم یا همینطور روشن کنم. و بعد از اینم ادامه میده که پس چه میخواهم اگر الان در گرفته است. یعنی آرزوی عیسی مسیح بود، گفته من آمدم این دنیا رو شعله ور کنم با آتش، نه آتشی که از بین میبره، آتش اشتیاق خدا، آتش روح القدس که کلیسا رو، افراد رو بیدار میکنه، زنده میکنه. و میگه که آرزوی من اینه که زود انجام بشه. و مطمئن هستم خدا برای کلیسا ما، برای تک تک ما اینجا نشستیم، این آرزویشه که میگه که من آمدم اینجا این آتش رو روشن کنم و بیشتر الان شعله ورش کنم. این آرزوی خداست. احتیاج نیست گدایی کنیم، بلکه بطلبیم، با تمام دل بطلبیم و مطمئن باش خداوند به تو خواهد داد. فقط امروز هم روش رو میخوام به شما نشون بدم. و بعد از اینم که
همین یحیای تعمید دهنده هم قبل از این گفته بود من شما رو به آب و به جهت توبه تعمید میدهم، لیکن او که بعد از من میآید شما رو به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. این آرزو خداست عزیزان. به این خاطر ما باید قلبای خودمون رو آماده کنیم برای این آتش، و همینطور زمانی که یه چیزی رو دریافت کردیم الان باید اینو یواش یواش در عمل، یعنی به عمل ببریم، اگر نه بعد از یک مدت روز نهم یونی یک خاطراتی میشه. و خیلی هستن که اینجا زمانی که شهادت میدن میگن که در نمیدونم تاریخ 2000 نمیدونم 6 اتفاق، آه چقدر زیبا بود. خب چه درد میخوره الان. به این خاطر آرزوی عیسی مسیح اینه که این آتش رو در قلب تو بیاره، آتش اشتیاق خدا، آتشی که نمیسوزه بلکه تو رو تقدیس میکنه، پاک میکنه. چون این آتش زمانی که خدا من میگه دوست دارم، چون هدف خدا همینطور این سرودها هم که خوندیم اینه که ملکوت خودش، پادشاهی خودش به این دنیا بیاره، بدون قدرت روح القدس و این آتش روح القدس نمیشه. به این خاطر خدا دنبال وسیله هایی هستن که خودش رو سپردن، بگن خداوند بیا منو شعله ور کن، بیا منو با آتش خودت خداوند پاک کن. و همینطور که هفته گذشتم نسلینم در موردشم صحبت کرده که لیکن چون روح القدس بر شما آید قوت خواهید گرفت و شاهدان من خواهید شد. ما بعضی وقت هم کلامایی هست که مثل اعمال رسول با یک آیه 8 اونقدر دیگه شنیدیم دیگه برای ما لوس شده دیگه، چون قدرت آمد، چون روح القدس آمد قدرت خواهیم گرفت شهادت خدا. خیلی خوب هم میتونیم در موردش صحبت کنیم و شهادت هم بدیم، فقط قدرت رو نداشته باشیم. یا به این خاطر اینجاست که میپرسم میگم خب خدا من چرا به ما میخوای این قدرت رو بدی، چرا میخوای این آتش رو به ما ببخشی، هدف تو چیه؟ و جالبش اینه که زمانی که چند تا آیه رو با هم میخونیم متوجه میشیم هدف خدا یک روشی است و خداوند در این جریان میخواد ما رو هدایت کنه. قبل از اینکه خدا این در اعمال رسول ما به یک آیه 8 اونجا به ما بگه قدرت خواهیم گرفت، همینطور هم میگه من آتش رو آوردم و آرزو دارم بیشتر و بیشتر الان شعله ور بشه، این احکام بزرگ قبل از اینکه صعود کنه احکام بزرگ به ما بخشیده و گفته که تمام قدرت در آسمون و بر زمین به من داده شده است. این یک حقیقته، تمام قدرت در آسمون و زمین به من داده شده است. پس رفته همه امت‌ها رو شاگرد سازید و ایشان رو به اسم اب و اب و روح القدس تعمید دهید و ایشان رو تعلیم دهید که همه امور رو که به شما حکم کردم حفظ کنند، و اینک من هر روز تا انقضای عالم همراه شما می باشم. و زمانی که خدا یک حکمی به ما می بخشه، همینطور ما رو نمی فرسه بگی که الان برین اینجا، الان برین اینجا بشارت بدین، برین دنیا رو نجات بدین، برین شاگرد سازی کنین. بدین زمانی که خدا ما رو می فرسه بلا فاصله بعد از این میگه که الان قدرت رو خواهی گرفت برای این حکم بزرگ، این خواندگی بزرگ، که زمانی که خداوند میگه پس برین، پس مطمئن باشین هر موقعی که خداوند میگه برو، خدا همه کارایی که همه چیزایی که ما احتیاج داریم به ما خواهد بخشید که زمانی بریم بعد از این بتونیم موفق باشیم در همه کارهای خداوند. آمین. به این خاطر خدا ما رو لخت نمیفرسته به این دنیا، بلکه اسلحه خودش رو میبخشه و این اسلحه تام خداست و همینطور هم قدرت روح القدس، آتش و اشتیاق، چیزی هست که عزیزان این دنیا احتیاج داره. دنیا دیگه خسته شدن از مذهب، دنیا خسته شده از این فقط بگیم چی بکنن چی نکنن. این دنیا در قرن 21 اونقدر پر شدن که خسته شدن از این حرفا. چیزی که اونا دنبالش هستن قدرته، قدرتی هست که یک چیزای تکون میده، یک چیزای عوض میکنه، و برای این خوانده شدیم عزیزان. خدا این قدرت رو به ما میده که بتونیم کارهای مافوق و طبیعی انجام بدیم.
و چون ما این اطلاع رو نداریم و فکر میکنیم الان خدا میگه که من برم بشارت بدم، این کارو بکنم، اون کارو بکنم، وقتش ندارم، کارش ندارم، نمیدونم، قدرتش ندارم، خجالت میکشم، ترس دارم، افراد به من نگاه کنن، چی میگن و مسخره میکنن. بعد از این مدت دوباره برمیگردیم به این چیز، نه چی میگن، کلبه خودمون، اونجا قرار میگیریم و زندگیمون به هر حال اونجا میگذرونیم. بعضی وقت بیرون میایم، یه برکتای میریم، دوباره برمیگردیم تو این کلبه کوچولوی ما. و خداوند میخواد کلیسای آلفا اومگا و کلیسای نه فقط ما، کلیسای اصلا کلا دنیا رو این بیداری رو ببخشه، این آتش رو ببخشه که واقعا کلیسا بیدار بشه. شاید این کلام رو 10 بار، 20 بار، 30 بار شنیدین، فقط دوباره خداوند دائما هر دفعه میخواد صحبت کنه، یه چیزایی که در تو خوابیده بیدار کنه و امید ببخشه. افرادی هم هستن که میان اونجا ایمان میارن، بعد از یه مدت شل میشن، میان میرن، اونقدر دنبال عیسی مسیح، بعد از یه مدت میبینن یه چیزی کمه در من، یه چیزایی هست، احساس میکنم مثل روی شن راه میرم، یه جوری خسته کننده است زندگی. الان چیزایی که دعا کردم خداوند به من بخشیده، الان چی هدف، چی، چرا زندگی میکنم؟ بعد از این خدا در یک روز مناسبی، روزی که خدا او رو دوباره آماده کرد، برمیگردونه و دوباره شروع میکنه به کار کردن، این فتیله نیم سوز رو دوباره روشن کردن. خیلی هستن که از کلیسامون بیرون رفتن، توی کلیسای دیگه رفتن، یا همینطور هم توی دنیا هستن. خدا در زمان آخر دوباره این افرادی که واقعا دنبال خدا بودن ولی گم شدن دوباره برمیگردونه و دیگه بر نمیگردونه فقط همینطور زندگیشون انجام بده، برمیگردونه شعله ور میکنه، همون پسر گم شده رو. به این خاطر ما باید مواظب باشیم، مواظب زندگیمون باشیم، خواندگی خودمون رو باید بدونیم و بعد از این بتونیم این افرادی هم که میتونن بیان، یعنی خواهن آمد، اون موقع بتونیم کمکشون کنیم که جایگاه خودشون داشته باشن. خدا به تو این ماموریت رو و اقتدار رو داده. زمانی که قدرت خداوند روی زندگی تو میاد، زمانی که با عیسی مسیح آشنا میشی، خدا یک ماموریت به ما داده و زندگی ما باید زندگی فعال باشه، فعال که بتونیم همین که کلام رو خوندیم که شاهدان مسیح باشیم، شاهدان قدرت او. زمانی که میگم شاهدان، منظور اینه که من شاهد باید باشم، نه عیسی زنده هست، نه عیسی گناهای تو رو میبخشه. شاهد یا شهادت بدم با زندگی من، شاهد باشم که عیسی مسیح روی تخت نشسته و سلطنت میکنه روی تمام قدرت هایی که وجود دارن در آسمون و زمین. یعنی یه کسی که میخوام اینطوری متوجه بشه، یه کسی که تو رو نگاه میکنه با این قدرت، با این اقتداری که در تو هست، فرق نمیکنه 15 سال هستی، 20 سال هستی، 25، 30 سال، 70 سال هستی، با زندگی تو، با اقتداری که تو داری، با حرفایی که میزنی، واقعا متوجه میشن این از یک چشمه میاد. از کدوم چشمه میاد؟ از اون چشمه که عیسی مسیح روی تخت نشسته و تمام قدرت در آسمون در زمین داده و من اونجا وصل شدم، از این اقتدار استفاده میکنم. آمین. از این طریقه که ما شاهدان مسیح میشیم. درسته ما باید موعظه کنیم، ما باید تعلیم بدیم، ما باید شهادت بدیم یا بشارت بدیم، این تمام چیزهایی است که میتونیم انجام بدیم. فقط بدون قدرت خداوند، بدون این آتش، بدون این اقتدار، شهادت ما چی میگن؟ شلوور میگن، چی میگن؟ آبکیه. بعد زمانی که یک کسی واقعا روبروی یک کسی میشی، واقعا با قدرت صحبت میکنی و میدونی، نه اینطوری با قدرت الان یاد گرفتی، افرادی هستن که یاد میگیرن قدرت، نه، در قدرت خدا راه میری. این افراد نگاه میکنن به چشمات، این آتش رو در چشمت میبینن. باور میکنی؟ بعضی هستن که نمیتونن به چشمای تو نگاه کنن، چون این آتش اونقدر زیاد، اونقدر تو وصل شدی به این تخت خداوند، دیگه میترسن، یا باید در همون لحظه توبه کنن، بازگشت کنن. یه شهادتی هم دیده بودم، شنیده بودم از هفته گذشته، که زمانی که اینجا جمع شدیم، این روح خدا اونقدر قوی بود، نمیدونم یک کسی بود که
خانوادش بود، گفته نه خانوادش آمده اینجا، وارد شده این صحنه رو دیدی ترسیده رفته. ترسیده؟ نتونستم بیام. یعنی واقعا یک چیز قدو، یک فضای مقدسی هست و میخوام اینو تشویق کنم. من فکر نکنین که الان من همه چی رو دارم، منم همینطور روز به روز دنبال این هستم بیشتر و بیشتر قدرت اقتدار داشته باشم برای چیزای نیک، چیزای بنا کنیم، چیزای آزاد کنیم، شفا بدیم. آمین. حالا نگاه کنید زمانی که عیسی مسیح شاگردان 12 تا شاگرد رو داشت و هنوز روح القدس هم هنوز نیامده بود، هنوز پر نشده بودن با روح القدس، اونجا عیسی مسیح میبینه که 12 تا شاگرد رو چیز کرده، جمع کرده و میگه که پس 12 شاگرد خود را طلبید، بیاین 12 شاگرد بیاین پیش من دور بشید، به ایشان قوت و قدرت بر جمعی دیوها و شفادادان امراض عطا فرمود و ایشان را فرستاد تا به ملکوت خدا موعظه کنند و مریضان را شفا بدن. الان این 2000 سال پیش تعمید روح القدس رو نگرفته بودن، فقط گفته ببین برین دیگه، برین الان به شما قدرت میدم، اقتدار میدم، این اونیفرم ملکوتی رو میپوشونم و الان برین اونجا، برین اولین چیزی که هست که ملکوت منو موعظه کنین، پادشاهی منو موعظه کنین، که یه پادشاه هست روی تخت نشسته و یه پادشاهی هم وجود داره، خدا شما رو دعوت میکنه به پادشاهی خودت و نشانه این پادشاه رو نشون بدین، برید دیوها رو اخراج کنین، برید دست گذارین و شفا بدین، از این طریق متوجه میشن یه پادشاهی وجود داره، نه از طریق این که فقط میگن که الان خدا دوستت داره، همه چی برای تو انجام میده. خب فرقه های دیگه، مذهبه دیگه هم شاید در این قسمت ها صحبت میکنن. بهشان اقتدار داد، قدرت داد، اونیفرم ملکوتی رو پوشاند و گفته برین. بعد گفتم انتون هیچ چیزی با خودت نبرین، که آخر فکر نکنین این چیزای اسلحه‌های چیزایی هستن که شما، نه کتاب مقدس هیچ چیز نبرین، همون لخت برین، فقط قدرت من با شما خواهد آمد. و اینطوری بود که تجربه کردن. همینطور بعد از این مدت 70 شاگرد رو چیز کرد، فرستاد. میبینی که پس آن 70 نفر با خرمی یا شادیه، نه خرمی، برگشته گفتند ای خداوند، دیوها هم به اسم تو اطاعت میکنن از ما. یعنی رفته بودن اصلا متوجه، فکر کردن که عیسی مسیح فرستاد، الان بریم ببینیم چی میشه. یهو دیدن که ای واقعا اتفاق میفته، واقعا دیوها اخراج میشن به اسم تو، نه به اسم خودمون. واقعا اسم تو فونکسیونیت. هنوز روی تخت نشسته بود، هنوز در دنیا بود. نسلی میگفت چلوس آس. بدیشان گفت، الان این آمدن خیلی خوشحال بودن، هیجان زده بودن، بعد از این گفت بدیشان گفت ای من شیطان رو دیدم که چون برق از آسمون میافتد. اینک من فکر میکنم این اقتداری که هنوز هست اون موقع به شاگردانش داده، همون اقتدارم هست که به ما بخشیده، فقط تفاوتش اینه که روح خدا اون موقع با ایشان بود، الان روح قدس در ماست، قدرت روح قدس آتش در ماست. و امروز هم میخواد تو رو اینجایی که نشستی، برادر خواهر عزیز، اینجا نشستی بدونی که خواندگی تو چیه، چرا عیسی مسیح تو رو نجات داده، چه مأموریت بزرگی هست که خداوند به تو بخشیده، به تو، نه به ما، به تو. تو باید به من بخشیده شده. یا بعد از این میگه که اینک شما رو، یا میتونم بگم اینک تو رو قدرت میبخشم. باشه الان من این قسمت رو اینطوری بخونم. اینک شما رو قوت میبخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن رو پایمال کنید. این اقتدار خداست. اینک شما رو قوت میبخشم، قدرت میبخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن رو پایمال کنید و چیزی به شما ضرر هرگز نخواهد رسید.
ولی از این شادی نکنید. شادی نکنید که این دیوها نیروهای تاریکی از شما اطاعت میکنن. این قدرت روح القدس منه. این قدرت خداست. در تمام راههایی که ما میریم خدمت میکنیم بدون که اسم تو در دفتر حیات نوشته شده و شیطان نمیتونه خط بزنه دیگه. از این شاد باشیم. زمانی که میخوایم بریم خدمت کنیم، نه خدمت ماست، نه کارهای ما را ارزش میده بلکه اسم تو نوشته شده تو دفتر حیات. من متعلق به خدا هستم، محبوب خدا هستم، هر چیزی که مال خداست به من رسیده شده، من دریافت کردم. این شادی ماست. هویت من در مسیح، این بزرگترین هدیه است که من یا ما به دست آوردیم. و الان زمانی که میریم اونجا، خداوند میگه پس تو رو قدرت میدم، قوت میدم، اقتدار میدم، اونیفرم آسمونی رو میپذیرم که هیچ دشمنی، هر آلاتی که ضد تو ساخته شود موفق نخواهد شد. این قبل از صعود عیسی مسیح، قبل از پنتیکاست بود. بعد از پنتیکاست میبینید که از پتروسی که خدا رو، عیسی مسیح رو انکار کرده بود، از ترس خودش رو قایم کرده بود، میبینید که به وسیله او چه قدرتی که آمد و اینطوری معجزه خیلی زیاد شدیم. 3000 نفر به عیسی مسیح ایمان آوردن. 3000 نفر، یعنی بیشتر از اون موقع ادامه تا 3000 نفر تعمید گرفتن. بعد از این میبینیم که حالا عیسی، هم پتروس که نگاه میکنه، فقط فکر نکنید که فقط پتروس بود، پتروس یا پولس این کار رو میکنن. زمانی که تازه روح القدس آمده بود و شاگردان پر شده بودن و زمانی که پتروس همینطور میخواست بره توی هیکل، تقریبا مثل اینکه تو میای خونه هستی، میخوای بیای کلیسا، در راه همینطور میره و یک مرد فلج رو اونجا میبینه، اونجا افتاده و اونجا میگه ببین، فکر میکنم خوب میشه دعا کن عیسی مسیح بیاد تو رو شفا میده، عیسی مسیح تو رو دوست داره، خدا تو به تو برکت بده، و همینطور هم میره. نه، چون اقتدار در او کار میکرد، نگاه کرد به او و دید این چشمای فلج رو دید و اونجا گفته که من طلا و نقره ندارم، جیب من خالیه، سوسیالی هستم، تو هایمم زندگی میکنم، خونه هم ندارم، تو کنک زندگی میکنم و چیزی که من دارم به تو میدم. در نام عیسی مسیح برخیز. عزیزان الان تصور کن تو این هستی، تو میایی کلیسا، در اوبان یک کسی اینجا افتاده و نگاه میکنی بدبخت و بیچاره، بعد از این میاییم کلیسا. عزیزان این موعظه‌ام برای خودم میکنم، فکر نکنی من بهتر هستم، فکر نکنی که من اونجا دیگه جاهای آسمونی، اینجا پر از قدرت. روز به روز منم باید در این قسمت رشد کنم، منم در این حال هستم بیشتر این آتش رو دریافت کنم که بیشتر بتونیم دنیا رو دیگرگون کنیم، شهرمون رو دیگرگون کنیم، محل ما رو دیگرگون کنیم، کنکس ها رو دیگرگون کنیم. برای اینجا هستیم، یعنی زمانی که خدا نگاه میکنه، تمام این هایمایی که نگاه میکنه، پناهندهایی که ایمان داره هستن، همین جای همه جا نور خداست. یا فقط این نور منتقل نمیشه و دیده نمیشه، شاهدان اینجا نیستیم. به این خاطر زمانی که پولس، یعنی پتروس اینا دید، جالبش اینه که اینجا میگه که زمانی که گفته که پتروس گفته که برخیز، دستشو گرفت بلند کرد و میگه فوراً پاها و استخونهای پای او قوت گرفتن. زمانی که ما کمک میکنیم، یک حرکتی میکنیم در نام عیسی مسیح، میگیم برخیز، در نام عیسی مسیح برخیز و کمک میکنیم، اون موقع میبینی که تمام، جالبش اینه که نگاه کنین، میگه
بلا فاصله فوراً روح خدا تمام این بدن و استخونا رو نظم میده، قدرت میده و برمیخیزانه. تو دیگه نبودی، روح خدا بود. تنها کاری که تو کردی باور کردی، اقتدار رو ورداشتی، استفاده کردی و این قدم ایمان رو که ور میداری با اقتدار، خدا جوابشو میده. و بعضی وقت شاید این کارا رو کردین و هیچ نتیجه ندیدین. شاید اون موقع اینطوری میریم اونجا میگیم که بکنیم، شاید میشه شاید نمیشه، و بعد احساس میکنه آیلم نشه چی میشه، دعا بکنم الان شفا نگیری چی میشه. این تمام فکرهایی هستن که مثل که این کانال رو چیز میکنن، میبندن. پس زمانی که متوجه میشی که تو هستی، تو نیستی که این شخص رو نجات یا شفا میدی، بلکه قدرت روح القدسه. و زمانی که تو وابسته به اون قدرت هستی، اون موقع که زمانی که میری میگه که من این اقتدار رو دارم، از خداوند گرفتم، این پوری رو گرفتم، الان اینو جاری میکنم، اون موقع هست که خدا مسئولیت خودش رو برمیداره، یا شفا میده یا شفا نمیده. تو فقط تو وظیفه خودت رو انجام دادی با اقتدار. بعد از این نمیفتی تو شک، آخ در روح نبودم، این نبودم. نه، یه کسی که در روحه، یه کسی که واقعا اقتدار رو میدونه دارم، شک نمیکنه. خدا میخواد در این قسمت ما رو تشویق کنه. نمیخوام این هفته گذشته این چیزایی که دریافت کردیم اجازه بدیم شیطان بیاد بدزده. چون کار شیطان اینه که هیچ کاری نتونست انجام بده که تو رو نجات از نجات محروم کنه. الان نجات پیدا کردین. الان هدف شیطان اینه. شیطان از این آتش روح القدس میترسه عزیزان. از این قدرت روح القدس میترسه، چون شکست خودشه. شکست شدن ملکوت خودشه. به این خاطر همه کارا رو انجام میده. اگه هفته گذشته یه قسمتی قدرت روح القدس رو گرفتی، یه قسمتی شروع کنی به زبانا صحبت کردن، اونقدر شک، اونقدر مشکلایی به وجود بیاره که بعد از یه مدت دیگه خالی خودتو احساس کنی. خدا به تو یک اسلحه میده که شیطان رو، نیروهای تاریکی، دیوها رو نابود کنی، و تو این اسلحه رو ور میداری تو کمد میذاری، دوباره لخت میری بیرون. مسلمه اون موقع دوباره مورد حمله میشی و شکست خواهی خورد. و خدا میخواد الان به ما یاد بده که واقعا این چیزی که هفته گذشته دریافت کردیم جدی بگیریم و بیشتر بطلبیم. من هر روز برای این خودم، برای خودم دعا میکنم، خدا من بیشتر از این آتش، بیشتر از این، و نگاه میکنم چه چیزایی هست که من باید انجام بدم. منظوری نیست که تو چیز بیفتیم، تو مذهب بیفتیم. باور کنیم که خدا این کار رو خواهد داد، چون آرزو اوست که این آتش رو بده. من آتش رو آوردم و چقدر آرزو دارم الان روشن بشه. من میخوام این عیسی رو نگاه کنیم. سه هفته پیش بود که موعظه کردم در مورد چی؟ در مورد قهرمان. تمام امضای شماست. یه روز باید جواب بدین ها. فقط ما هر هفته دعا میکنیم. این لیستا رو میذاریم جلوی چشممون، شروع میکنیم دعا کردن برای تو. خدا من این شاید نمیدونست این امضا کرده، اصلا نمیدونست چی کار کرده. و من باور، یعنی نمیخوام شک کنم، فقط شاید 20% 30% میدونستن چه کاری کردن. فقط میگم خداوند بگذار این امضا یک روز واقعی بشه. قهرمان شدن یعنی آماده شدن، قلبشون آماده کردن که این آتش قدرت روح القدس دریافت بکنین. ما دعا میکنیم. اینو به تمام خادمین فرستادم، گفتم هر روز دعا کنیم برای این عزیزان. نمیدونن چه کاری میکنن، فقط یک روزی واقعا چشمشون باز بشه، واقعا از ایشان قهرمانایی ساخته بشه که یک روز بگن که زمانی که امضا کردم نمیدونستم چه کاری میکنم، الان خدا چه کارهایی کرده. و قهرمان یعنی قهرمان یعنی چی؟ قهرمان نه اینجور
پوش با قهرمان یعنی اقتدار، با اقتدار با حکمت خدا زندگی کنیم و بدونیم که عیسی مسیح گفته که این تمام نیروهای دشمن زیر پاهای توست که تو پایمال کنی. زمانی که اینو متوجه شدی طرز زندگی تو عوض میشه. مثل یه گدا زندگی نمی کنی. مشکل دارم، این دارم، مشکلهایی هست، تو باید روی این مشکلات حکومت کنی، تسلط داشته باشی. این قدرت روح القدس هم که اولم خداوند به ما میبخشه، اول اینه که قدرت رو استفاده هم کنی که تمام چیزایی که تو رو از خدا جدا میکنه، از فکرها، از انگیزهای شاید اشتباه، احساسات، هر چیزایی که وسوسه هایی از جدا کنه، تقدیس کنه. اول ما خودمون باید آزاد بشیم که بتونیم افراد رو آزاد کنیم. آمین. یعنی اولین چیزی که ما به دست میاریم آزادی خودمونه، چون قوم خدا میترسه. یه چیزی که ما دائما دعا میکنی برای خودم عزیزان، برای همه دعا میکنم، خداوند به جای ترس انسان ترس خدا رو به ما ببخشه. ما نمیخوایم از انسان بترسیم. انسان چی فکر میکنه؟ انسان مسخره میکنه، مسخره نمیکنه، میخنده نمیخنده. ترس خدا خداوند در ما قرار بگیره. تو در مورد من چی فکر میکنی؟ آمین. این ذهن برحال باید در ما عزیزان به وجود میاد. اگه تو این قدرت رو گرفتی، الان تو با زبانا صحبت میکنی، زبانا برحال فقط یک وسیله هست که خودت رو بنا میکنی. زبانا نرمال وردارین کاری به خصوصی نمیکنه. متوجه هستی؟ نشانه ای هست که زمانی که قدرت قدرت روح القدس رو گرفتی، یه نشانه است. افرادی هم اصلا میخوام به شما بگم که قدرت روح القدس رو گرفتن، شاید هنوز با زبانا صحبت نمیکنن. افرادی هم دیدم که واقعا با زبانا صحبت میکنن، فقط کارهای عظیمی انجام میدن. فقط فکر نکنید زبانا صحبت کردن الان یه قهرمان شدم. نه، زبان خودت رو تشویق کنه، خودت رو مثل یه موتوری هست که خودت رو چیز میکنه، بنا میکنه که بتونی به هر حال این راه رو ادامه بدی. از صبح تا شب بیای با زبانا صحبت کنی، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط زبانا، زمانی که وقت رو میذاری با زبان ها دعا میکنی، دائما دعا میکنین، اون موقع با زبان یعنی با روح دعا میکنی و اونجا خدا در این زبان ها به تو مکاشفه هایی میده، به تو برای تو چیزهایی باز میکنه. متوجه هستین؟ فقط اگه تو آمادگی رو نداشته باشی، قدم ور نداری، هیچ اتفاقی هم نخواهد افتاد. پس اگه میخوای واقعا این قدرت رو، این قدرت روح القدس رو، این چیزهایی که به دست آوردی عزیزان، که میخوای نه فقط نگه داری بلکه میخوای شعله ورش کنی، پس باید جای تو رو در بدن مسیح پیدا کنی و بری. همینطور عیسی مسیح به شاگردانش گفته تمام قدرت در آسمون و زمین به من داده شده است، پس رفته، یعنی پس برین. یه کسی که میشینه و دنبال زندگی خودشونه، میتونم بگم که این قدرت رو بعد از یه مدت از دست خواهی داد. دوباره بعد از یک ماه، دو ماه، سه ماه، چهار ماه دوباره باید بیای بگی که خداوند منو پر کنه روح قدست. پس زمانی که اینو دریافت کردی، مثل اشعای نبی که زمانی که خداوند همه چیز رو، زمانی که اشعای نبی خدا رو دید و اونجا عیسی مسیح میگه کی رو بفرستم، یادتون هست در اشعای نبی باب 6، و اینجا اشعای گفته که لبیک خداوند منو بفرست. خدا امروز دنبال این لبیک هایش ماست. و بدونین، فقط لبک رو که میگیم، بدونین که چه چیزی، چه قولی به خداوند دادی. نه لبک خداوند من رو بفرست فقط با زبان، یعنی بدونین که الان احساس مسئولیت باید بکنی. و همینطور هم اگه میخوایی این روح القدس رو، قدرت روح القدس رو واقعا شعله ور کنین، باید باور، یعنی باید باور کنی و بدونین که روح مسیح روح اتحاده، روح یگانگیه. تو ذهنت رو باید، اگه میخوای این روح القدس رو، قدرت روح القدس رو دریافت کردی و میخوای ادامه بدی، اگر اتحادی فکر نکنی، فقط خودت رو بدونی
فقط خودت اونجا هستی و خودم باید برم و به دست راست و چپ رو نگاه نکنی و اتحاد رو جستجو نکنی، تو دوباره از دست خواهی داد. ما باید بدونم که این اقتدار خداوند به درست با یک شخصی داد، یه شخصهایی میده، فقط به کلیسا خداوند بخشیده. باید اتحاد رو جستجو کنم، باید با خواهر برادرها واقعا در یک فکر باشن، یک هدف باشم. شاید یک فکر نباشه، بلکه یک هدف باید داشته باشم. باید برادر خواهر رو قبول کنم، احترام بذارم، دوست داشته باشم، کمکش کنم. هیچ موقع قدرت روح القدس رو نمیتونی شعله ورتر کنی اگر شروع کنی به داوری کردن و کوچیک کردن برادر خواهرای خودت. همیشه رو از دست خواهی داد. به این خاطر روح مسیح، روح اتحاد، به این خاطر باید در این قسمت اتحاد رو جستجو کنین و توی کتاب رساله هم همین قسمت هاییم که نوشته شده. و همینطورم قسمت هایی که همینطور که گفتم با استراتژی شیطان هم باید بدونی که کار شیطان اینه که چیزایی در زندگی تو بیاره که این آتشی که در تو شروع شده دوباره خاموش بشه. یعنی ما باید طبق پولس که گفته ما از نقشه های شیطان ناآگاه نیستیم. ما باید بدونیم که کار شیطان چیه، چرا اتفاقاتی میفته. من میتونم بگم که از روز یک شنبه که این اتفاقاتی افتاد، در طول دو روز سه روز که بود، نسرین و من خودمونم توی خیلی فشارها قرار گرفتیم. فقط اونجا به هر حال اجازه ندادیم که الان این فشار ما رو نابود کنه. فقط آگاه بودیم، میگیم آها چی اتفاقی میفته، چه چیزایی هست، شیطان چی میخواد. زود جدا کردن، با حکمت رفتار کردن که مبادا یک چیزایی در زندگی ما به وجود بیاد که ما از این مسیر دور بشین. چون کلیسا مهمتر از اعضای کلیسا، یعنی شما مهمتر از چیزایی هست که وجود داره. به این خاطر اونجا فوکوس من باید باشه که چطور باید زندگی کنم، چه قدمایی باید بردارم که شما برکت بگیری، شما پر بشی، شما از آتش روش بشی. پس زمانی که اینطوری فکر میکنم، اینطوری روش من اینطوری، مطمئن باشی این آتش رو پس خدا استفاده میکنه از تو این کار رو انجام بده. یعنی روح مسیح روح اتحاده، یعنی من باید برای شما فکر کنم و این قدرت رو گرفتم. خداوند میگه که برای تو نیست این قدرت، اینه که شروع کنی به بخشیدن و همینطور هم کلیسا بنا بشه. خدا دوباره امروز صبح که دعا میکردم این مثال یا مثل این قنطار رو به جلوی چشمم آورد که یک، اینم در مورد زمان آخر صحبت میکنه که خداوند به یک کسی یه دونه قنطار داد، یه دونه دو تا قنطار، یه دونه پنج تا قنطار داد. و بعد از این ببینیم که دو تا رفت، این قنطار رو برداشت. الان میتونیم بگیم که استعدادی هست، خواندگی هست که خدا استفاده میکنه. فقط بدون قدرت خدا کاری نمیتونی انجام بدی. و این دو رفت، دو تا قنطار رو داد. میتونیم الان بگیم که قسمتی روح القدس، چیزایی که خداوند بهش بخشیده، قدرت رو، آتش رو برداشت و رفت دو برابرش کرد. یعنی کار کرد برای این چیز. یک کسی که پنج تا قنطار داد، همینطور رفت از این استفاده کرد. یعنی خداوند این قدرت روح القدس، این آتش رو در تو به تو میگذاره که بتونی از این طریق کار کنی و چیزهای دیگه، یعنی منتقل کنی این حیات رو، این قدرت رو، افراد رو آزاد کنی، نجات بدی، شفا بدی. و یک کسی که یه دونه قنطار گرفته بود، تقریبا مثل این که یک کسی هست که روح القدس رو گرفته، تعمید روح القدس رو گرفته، همه چی رو گرفته و رفته چی توی کلبه خودش اینجا قایم کرده، گفته که یعنی استفاده نکرده. و خداوند میگه که اینو به تو بخشیدم، چه کاری کردی؟ ما معمولا اینطوری هست که ما دائما میگیم که بیا قدرت روح القدس و آتش روح القدس به ما میبخش. و خداوند میگه که برای چی به تو ببخشم، چی میخوای استفاده کنی؟ ما هدف ما باید ملکوتی باشه، روش ما باید ملکوتی باشه. ما انقلاب روحانی رو میاریم در این دنیا.
یک روز این دنیا نجات پیدا خواهد کرد به وسیله شما، به وسیله ما. خدا عیسی مسیح به وسیله کلیسا این دنیا رو به دست میاره، نه خودش دیگه شیطان رو نابود کرده و شیطان کار نداره. قدرت شیطان اینجا چی گفته؟ این قسمت خود من دیدم که شیطان مثل برق افتاد زمین و ازش دیگه آینده شیطان همه چی اوکیه. فقط خدا به وسیله کلیساست پادشاهی رو میاره و اینم احتیاج به این آتش و احتیاج به روح القدس داریم. و اینجاست که خداوند به ما میخواد ببخشه و بدونین که برای چه خواندگی ما خوانده شدیم. همینطور که به شاگردان خودش گفته بود، اینک شما رو قوت میبخشم که ماران و عقربان و تمامی قوت قدرت دشمن رو پایمال کنید و چیزی به ضرر شما نخواهد رسید. این کلامم هنوزم حقیقت، یعنی واقعیتی که خدا من همین چیزی که هست که به تو، به تک تک ما اینجا نشستیم صحبت میکنه. بلا ما میتونیم الان بگیم که اوکی خداوند، این چیزهایی که الان با ما صحبت کردی که وقتم خواهیم گذاشت الان برای دعا کردن، خب چه کاری باید بکنم؟ الان امروز اینو شنیدم، خداوند تو به من بعد این قدرت روح القدس رو بخشیدی، آتش رو بخشیدی، من با زمان ها صحبت میکنم، چه قدم هایی باید بردارم؟ اوکی، دعا کردن چیزی نرماله، طلبیدن، جستجو کردن خدا، ملاقات با خدا داشتن، چیزهایی هست که زندگی روزمره ماست، اینطوری باید زندگی کنیم. بعد امروزم که میخوام دعوت کنم که برای آمدن و همینطورم دریافت کردن و همینطورم روش رو بدونین که از مثلا این هفته چه قدم هایی که باید برداریم. در متی باب 10 آیه 8 اونجا نوشته، همون عیسی مسیح به شاگردانش گفته، هنگامی که می روید این پیام را موعظه کنید که پادشاهی آسمون نزدیک شده است. این اول. بیماران را شفا دهید، مردگان را زنده کنید، جزامی ها را پاک سازید، دیوها را بیرون کنید، مجانی یافتید مجانی هم بدهید. من فکر میکنم این پیام 2000 سال پیش فقط نیست که به شاگردانش گفته، اینجا هنوزم این کلام هست که خداوند میگه برین و پادشاهی خدا رو اعلام کنین و بگین که ملکوت خدا نزدیک شده است، بیمارا رو شفا بدین، دیفا رو اخراج کنین، فلجان رو شفا بدین، مردگان رو زنده کنین. مجانی گرفتین، مجانی هم برگردونین. امروز میخوام زمانی که دعوت میکنم بیاین جلو، اینه که قبل از اینکه بیاین جلو، زمانی که میگین که خداوند من آماده هستم، من میخوام واقعا این قدرت روح القدس رو که به من بخشیدین، آتش رو در من بخشیدین، با زبان ها صحبت میکنم الان،
خدا من میخوام شعله‌ورش کنم، من میخوام زیادترش کنم، من میخوام واقعا این اقتدار رو بیشتر و بیشتر در زندگی من احساس کنم. قدم اول یا قدم عملی اینطوریه که زمانی که میخوای بیای جلو، بدون در این یک هفته که خواهد گذشت به خداوند بگو که، یا خداوند به تو میگه که حداقل سه نفر توی یک هفته انتخاب کنی، دعا کنی و بری اونجا بشارت بدی. الان عملیه و حداقل سه نفر باشن که برایشان دعا کنی، برای بیماریشو یا هر چیزی که هست. خدا میخواد با این یک یعنی او رو تجربه کنین. متوجه هستین؟ چون الان زمانی که موعظه میکنم میایین اینجا جلو دعا میکنیم چیز میکنیم، همه جا آخرش هم میگه باشه خیلی عالی بود، خداوند شکرت میکنم، بعد از این میری فقط چیزی نداری، درس نداری. آلمانی میگن هاوس آفگابه. هاوس آفگابه میدونی چیه؟ تکلیف خونه. مثلا الیزا اگه میخوای بیای جلو، من به تو قدرت رو میدم، توانایی رو میدم. این هفته سه نفر که پادشاهی خدا، یعنی اصلا هیچ چیزی نمیدونن، بری اونجا بشارت بدی. حمید یا فریده، سه نفر که عیسی رو نمیشناسن، بری اونجا شهادت بدی، بشارت بدی. و بعد از اینم بگو که کسی هست که در تو یا خانواده تو مریضه یا نه. اگه گفته بله، گفته من میخوام دعا کنم، دستشو بذاری روی کشونه و یه خداوند الان وصل شدم با پادشاهی تو، الان دعا میکنم برای این مریض و همینطورم برای این زنم یا زن دیگه دعا میکنم، خداوند تو مرد پیرم باشه میتونی. گوش میکنی؟ بعد از این میگی خداوند الان دعا میکنم، خداوند این کلام تو مثل یک برق الان قرار بگیره، در نام عیسی مسیح دعا میکنم. و نه فقط دعا بکن که شفا بگیره، بلکه خداوند در نام تو، همین پتروس، طلا نه نقره ندارم، چیزی که من دارم به تو میبرم. خداوند دعا میکنم الان و در نام عیسی مسیح از هر بیماری، از هر چیزی هست، در نام عیسی مسیح دعا میکنم الان شفا اعلام بشه. خداوند الان هر استخونی هست در نام عیسی مسیح دعا میکنم شفا پیدا کنه. آمین و آمین. بعد از این باور کنین، چون این با اقتدار کردین خدا جواب خواهد داد. صبح که بیدار میشین، این درس، این حسافگابه هست، دعا کنین که خداوند امروز یک کسی رو جلوی چشم من بیار که بتونم بشارت رو بدم، بتونم دعا کنم. کلاس هستین، کلاس زبان هستین، دعا کنین، نگاه کنین، بگی خداوند کی رو میخوای الان من برم شهادت بدم. و بدون که الان کلام خدا میگه روح خدا و جلال خدا روی تو پوشیده، زمانی که میری اونجا تنها لخت نمیری، بلکه جلال خدا تو رو پوشیده، با اقتدار میری. قبول نمیکنه، مسخره میکنه، جلال خدا میمونه روی تو، آرامش خداوند میمونه روی تو. ناراحت نباش که عیسی مسیح رو رد میکنه، تو وظیفه خودت رو انجام دادی. بعد از این میگه اصلا نمیخوام، مسیح رو نمیخوام، میگه باشه اوکی. یه کسی هست که مریضه، میخوام دعا کنم. معمولا ایرانی ها بلا فاصله میگن بله، مادرت مریض، همه اوکی هستن. زمانی که مثلا یه مادر بزرگ من توی ایران چیده، باشه اوکی، اجازه هست داری تو دعا کنه، باشه. خدا من شکرت میکنم، مرسی که روی تو سلطنت میکنی، مرسی که تو خدای همه جا حاضر هستی، تو اونجا هم هستی. الان من دعا میکنم فرشته تو اونجاست، روح خدا اینجاست و دعا میکنم در نام عیسی. مریضیش چیه؟ نمیدونم، سرطان. در نام عیسی این سرطان رو میبندم، در نام عیسی مسیح این غده سرطان رو بیرون میبندم. زمانی که اینطوری دعا میکنی، اینا این چی میگه؟
یعنی اقتداری هست. اونجا میگه خواهی خداوند خواهش میکنم هدایت کن مللوم سنلوم بره اونجا یه کاری انجام بده. نه صحبت میکنی و اعلام میکنی. این میش نشانه اینه که قدرت خدا با قدرت خدا وحش شده. عزیزان بیاین اینجا الان میخوام زمانی که میایم جلو یعنی این تصمیم رو بگیرین خداوند این هفته من میخوام برم این هفته برم مدرسه کلاس زبان و هر جایی که از جایی که میره سر کار خداوند من میخوام برم و شروع بکن برای اون شخص دعا کردن آماده کردن خدا قلبش رو آماده کنه و برو و حداقل این کلامی که این قدرت روح القدس رو که هفته گذشته دریافت کردی بعد از 6 ماه حداقل ببینی که 50 نفر ایمان آوردن به عیسی مسیح نجات پیدا کردن از دست شیطان خلاصی یافتن. آمین. این نشانه اینه که اون موقع نشانه اینه که قدرت روح القدس اینجا کار میکنه. ما فقط ایمان دار افرادی داریم که میان توی کلیسا و ایمان میارن. همه افرادی هستن که از ایران از افغانستان فرار کردن به خاطر پاس آمدن توی کلیسا باید سی میشنیدن یه هیچ کسی رو چیز نکرده خودشون آمدن این مشکل پاسشه که خدا استفاده کرده که نجات پیدا کردن. فقط هیچ کسی از هامبورگ که زندگی میکنه نامده توی کلیسامون نجات پیدا کنه. ما نرمال برداریم ثمره نداریم. درسته یا نسیم؟ ثمره نداریم. نه ثمره اینطوری که افرادی که مثلا تو هامبورگ زندگی میکنن خیلی شاد خیلی کم الان 300 نفر ایمان آوردن همه بیشتر از ایران و افغانستان آمدن. خدا استفاده کرده خدا رو شکر از این چیزا استفاده کرده. فقط ما باید الان طوری زندگی کنیم که واقعا نتیجه این قدرت روح القدس رو آتش روح القدس رو در کلیسامون در زندگی خودتان ببینید. به این خاطر چشمان رو ببندیم و الان که دعوت میکنم که بیاین جلو و بعد از این همینطور که آمدین جلو اونجا دعا اینطوری نمی کنیم بلکه میریم توی پرستش و سرودهای خوییم کن سرودهای دعاست و تو این سرودهای دعاست من میخوام یاد بگیری که خودت دریافت کنی خودت باور کنی دریافت کنی که خداوند میخواد از تو به تو این قدرت رو این شجاعت رو ببخشه و همینطور ترس رو برداره که بتونی قدمهایی برداری که این هفته به وسیله تو حداقل 3 نفر انجیل رو بشنوند حداقل برای 3 نفر دعا کرده بشه. مرسی خداوند مرسی عیسی مسیح که از این کودکی میخوای ما رو بیرون بیاری خداوند. خداوند میدونیم تفاوت خداوند این زندگی ما این روح خودت این آتش توست خداوند که اینه که تفاوت میاره که قدرت تو اقتدارت نتونی نشون بدیم خداوند. و دعا میکنم الان خداوند این زمانی که میخواییم بگذاریم برای پرستش برای دعا مطمئن هستم روح القدس تو اینجا هستی که این قلبا رو شعله ور بکنی قدرت ببخشی اقتدار خداوند طوری زمانی که قدم ور میدارم واقعا بدونن که وصل شدن با تخت تو به اقتدار تو خداوند و دعا میکنم خداوند روح القدس خداوند این آتش هایی که درونش روشن کردی امروزم شعله ورتر کنی خداوند زیادتر کنی خداوند که واقعا تو رو تجربه کنن قدرت تو رو تجربه کنن واقعا بدونن تو این هفته ها تو گفتی زمانی که گفتی قوت تمام این یا یعنی ماران و اغراب و همه و قدرت دشمن زیر پا ماست واقعا این رو تجربه کنن این عزیزان. ممنون هستیم خداوند و الان بیا خداوند این زمان رو میخوایم به دستای تو بسپاریم.